خیلی ناامید شده بودم، از خودم ناامید شده بودم که چرا من نمیتونم کاری انجام بدم، چرا هیچ کس به من کمک نمیکنه. خیلی منو اذیت میکرد، خیلی عذاب میداد. سلام دوستان عزیز، خوشحال هستم که با برنامه جدیدی از برنامه‌های شفای شکست دلان همراه همسرم کانی مهمان منزل شما عزیزان هستیم. امروز داستان خانمی رو با هم دیگه می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که داشتن هر شب با گریه می‌خوابیدن، ولی تو این برنامه خواهیم دید که خداوند چقدر زیبا و نیکو زندگی این شخص رو عوض می‌کنه. پس خواهش می‌کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. پدر لادن که نانوا بود مبتلا به سرطان پوست شد و لادن که بسیار به پدرش وابسته بود در همان روزها به همسر لادن تلفنی می شود و خبر هولناکی را به او می دهند. من هول برم داشت و احساس کردم یه اتفاقی افتاده و اصرار کردم، حتی همسرم دوام کرد که نه تو بمون، هیچ چیز نیست، مشکلی نیست. گفتم نه، من باید بیام ببینم چه اتفاقی افتاده، یه اتفاقی افتاده، تو نمیخوای به من بگی. و این بود که من با عجله همراش رفتم به خونه مادرم و وقتی دیدم که پدرم فوت کرده، من به خاطر مشکل حاملگی هم که داشتم خب هول برم داشت و قش کردم، افتادم، حتی اجازه ندادن که جنازه پدرم هم ببینم. و این یه قصه ای تو دلم بود همیشه که من پدرم نتونستم ببینم. محبت لادن برای پدرش بسیار ارزشمند بود و از دنیا رفتن پدرش غمی بسیار بزرگ برایش شد. واقعا خیلی محبت داشت، یعنی همه اصلا حسرت زندگی ما رو می‌خوردن. حتی اون زمان دختر عموهای من به من میگفتن خوش وارد که تو یه همچی پدری داری، پدر با محبتی داری. یکی دیگر از نگرانی ها و ترس های لادن از دست دادن شوهرش به خاطر مستی ها و دعواهایی که او در خیابان با مردم داشت می بود. وقتی اومد خونه اصلا بدنش پاره پوره، لباسش پاره پوره، پوست تنش زخمی بود و من گفتم چی شده؟ اول از من پنهون کرد که این اتفاق چه اتفاق، گفت نه چیزی نیست. گفتم نه یه اتفاق افتاده، گفت که دعوا کردم. و خیلی این منو نگران میکرد، خیلی ناامید بودم. گفتم چی میشه، چه اتفاق میفته؟ و همیشه منتظر بودم که بره و دیگه بر نگرده. میگفتم یه وقت دعوایی میشه و خدای نکرده بالاخره چاقوی میخوره. متاسفانه شوهر لادن به خاطر سوء استفاده یکی از دوستانش به زندان می افتد. در زندان بوشهر بود و ما شیراز زندگی می کردیم. خیلی سخت بود و اینکه من کار می کردم و مربی بچه های آتیس بودم در شیراز و خب سخت بود که بخوام کارم رو ول کنم و به ملاقات ابراهیم برم. وقتی هم رفتیم ابراهیم رو دیدیم، واقعا لحظه خیلی بدی بود، هم برای ابراهیم هم برای ما، که من همسرم رو بینم پشت میلای زندان باشه و هیچ قدرتی نباشه بتونم اونو بیرون بیارم. یعنی خیلی ناامید شده بودم، از خودم ناامید شده بودم که چرا من نمیتونم کاری انجام بدم، چرا هیچ کس به من کمک نمیکنه. خیلی منو اذیت میکرد، خیلی عذاب میداد. و دخترم که دیگه بیشتر از پیش، همونو میدیدم که واقعا پدرشو میخواست، ناراحت بود. خب شبا خیلی ناراحت بودم و قصه میخوردم، سارا گریه میکرد، حتی سارا لباس پدرشو میذاشت تو بغلش میخوابید. و منم که هر شب واقعا بدون عشق نبود که خواب نرم. من خیلی دعا کردم، خیلی، از یعنی هر چیزی که به فکرم میرسید دعا میکردم، از همه چیز میخواستم، به دامان هر کسی
آویزون شدم که واقعا به من کمک کنن، واقعا یه راهی جلو پای من بزنن. حتی نذر کردم، گفتم نذر میکنم که آزاد بشه، این کار میکنم، این کار میکنم. اصلا نشد، نبود، هیچ راهی نبود، به بنبست خورده بودم. به خاطر همین یه احساس میکنم یه دیوار جلو من هست و من نمیتونم هیچ کاری بکنم. خب عزیزان، زندگی لادن رو داریم با همدیگه میبینیم، چقدر غم و اندوه و چقدر مشکلات زیادی توی زندگیشون بود، مشکلاتی که شاید اگه هر کدوم از ما اونها رو تجربه کردیم شاید میتونیم بهتر اونو درک بکنیم. روزها همونطور که خودشون میگن امکان نداشت که بدون گریه سپری بشه، شبها با گریه میخوابیدن، صبحها با گریه از خواب بلند میشدن و به خاطر مرگ عزیزانشون بعدش هم که ازدواج کردن شوهرشون، بله، مشکلاتی که داشتن، به زندان رفتن و چقدرشون مشکلات زیادی رو تجربه کردن. بله، متاسفانه به هر حال این واقعیتیه که ما تو دنیای زندگی میکنیم که مشکلات تمامی نداره عزیزان، ولی در مشکلات چه کار میشه کرد؟ در این سختی هایی که هستش واقعا پناهگاه واقعی کجا هستش؟ این چیزیه که همه دنبال یک دوست واقعی میگردن که کنارشون باشه، کسی که واقعا میخوان که از وقت به خدا میگن خدای چطور میشه این اشک ها، این غم ها، این ناله ها تموم بشه و روزی برسه که دیگه واقعا خوشی بیاد. تمام مردم به دنبال در واقع این هستن. حالا ممکنه که مثل مشکلات خواهرمون لادن نداشته باشن، بله، ولی به هر حال مشکلات دیگه ای هستش که هر کدوم از ما تو زندگی با اون در واقع روبرو میشیم و توی مشکلات، توی سختی ها اون پناهگاه واقعی کی هستش؟ دقیقا همطور که خود لادن میگه، میگه که من به همه پناه آوردم، به هر چیزی که میتونست یک ذره امید توی قلبم ایجاد بکنه رو آوردم، نمیدونم چیزهای مختلف، کتابهای مختلف مذهبی خوندن، نذر و نیازهای مختلف، بله. ولی بالاخره حالا در ادامه داستانشون رو میبینیم با هم دیگه که بالاخره اون پناهگاه واقعی رو چطوری پیدا کردن، ولی خدا شکر میکنیم که خداوند میخواد امروز پناهگاه واقعی رو به شما نشون بده، اون مرجع، اون صخره که وقتی که میستیم میدونیم که محکم و استوار هستش. خدا شکر که خداوند ما عیسی مسیح اون صخره هست. آمین آمین. خب الان یه فرصتی هم، بله، هستش که در واقع ما سوالی از دوستان دیگه ای داشتیم و میخوایم بریم به این سوال در واقع به جواب این عزیزان گوش کنیم و باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس جایی نرید، بقیه برنامه رو با ما همراه باشید. اصولاً مشکلات، وقتی حرف از مشکلات میشه، مشکلات یعنی یه بار گران. و وقتی که خدا جایگاه اصلی رو داشته باشه، پس چون خود عیسی مسیح در کتاب مقدس میگه من بارهای شما رو بر دوش میکشم، پس اگر خدا جایگاه اول داشته باشه بارهای ما میره بر دوش مسیح، ولی اگر جایگاه اول خدا نداشته باشه ما مجبوریم خودمون به تنهایی اون بار هم کنیم. خدا رو پایین نیاریم در سطح مشکلاتمون، اونو در مکان اول بذاریم و بدونیم که اون قادره که هر مشکلی رو برای ما قابل حل کنه و یا ما رو به راحتی از بین اون عبور بده. پس خدا بالاتر از تمام مشکلات باشه. به نظر من جایگاهی که خدا در زندگی ما داشته باشه، باید داشته باشه، همیشه جایگاه اول هست. چه ما در سختی باشیم و چه مشکلات باشه، چه ناامید باشیم و چه زمان خوشی و زمانی باشه که فکر میکنیم یا احساس میکنیم که همه چیز به خوبی داره پیش میره.